سلام دوستان، به فاکس موویز خوش آمدید. در این ویدیو داستان کامل فیلمی از ژانری درام تریلر را از سال 2020 به نام اسکیپ فرام پریتوریا تعریف میکنیم. لطفاً با لایک ویدیو و سابسکرایب کانال از ما حمایت کنید. این فیلم بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده است. در اواخر دهه 1940 در آفریقای جنوبی دولت یک جداسازی نژادی شدید به نام آپارتاید انجام داد. این سیستم به سفیدپوستان امتیازات بیشتر و مشاغل بهتری میداد. از سوی دیگر جامعه سیاه‌پوستان مورد انتقاد قرار گرفت. از ورود به مناطق طبقه بالا منع شدند و حتی قتل عام شدند. با این حال پس از دهها ظلم و ستم بالاخره کاسه صبرشان لبریز شد. جامعه سیاه‌پوستان جنبشی به نام حزب ملی آفریقا یا ANP تشکیل دادند. برنامه اصلی آنها توقف تبعیض نژادی و بازگرداندن هماهنگی در کشور بود. قهرمان فیلم تیم جنکن یک فعال سفید پوست است که برای ANP کار می کند. او با دو کیسه بزرگ در دست به سمت بازار شلوغی می رود. یکی از آنها را نزدیک سطل زباله و دیگری را کنار یک ماشین می اندازد. بعد به همدستش استفن لی اشاره می کند که مرحله بعدی را شروع کند. معلوم می شود که کیسه ها پر از مواد منفجره هستند که آنها قصد دارند همین الان آن را منفجر کنند. بلا فاصله دست به کار می شوند و چند سیم داخل کیسه وصل می کنند. همانطور که آنها دور می شوند دو انفجار رخ می دهد، اما کاملا بی ضرر. با وجود آن صدها اعلامیه در سراسر بازار شلوغ پراکنده می شود. برگه ها پیام های تبلیغاتی علیه دولت آپارتاید هستند. جنکن و لی با استراب سعی می کنند از صحنه فرار کنند، اما به زودی توسط پلیس دستگیر می شوند. بعدن در حالی که در انتظار پیگرد قانونی هستند، همسر جنکن مخفیانه وارد اتاق او می شود و مقداری پول به او می دهد که ممکن است در زندان به او نیاز داشته باشد. بعد به او خداحافظی می کند و قول می دهد که همیشه در کنارش بماند. اندکی بعد جنکن به دستشویی می رود، پول را در یک جعبه سیگار پنهان می کند و آن را داخل خودش جاسازی می کند. حالا آماده است تا با هر چیزی که سر راهش قرار می گیرد روبرو شود. در جلسه دادگاه قاضی جنکن و لی را به دلیل اینکه ظاهرا برخلاف نژاد خودشان هستند ملامت می کند. با عنوان مجازات جنکن به دلیل ساختن بمب ها به 12 سال زندان محکوم می شود، در حالی که لی که همدست او بود به 8 سال زندان محکوم می شود. در صحنه بعدی این دو به زندان بدنام پریتوریا که منحصرا برای جنایتکاران سفیدپوست ساخته شده اسکورت می شوند. نگهبان آنها را در ورودی تسلیم می شود و بلا فاصله با آنها برچسب خائن می زند. بعد آنها را به یک افسر سختگیر زندان به نام منیر تحویل می دهد. بعد این دو به داخل زندان برده می شوند و منیر قوانین و مقررات را توضیح می دهد. جنکن با دقت به اطرافش نگاه می کند و متوجه در اتوماتیک، دروازه‌های چندگانه میله‌ای و سایر سیستم‌های امنیتی می شود. مکان غیر قابل نفوذ به نظر می رسد. پس از مدتی منیر آنها را به سلولهای مربوطهشان میبرد که توسط یک در میله‌ای و به دنبال آن یک در کاملا فلزی تقویت میشود. آن شب جنکن در افکارش غرق شده و به سختی خوابش میبرد. فردا صبح هنگام صرف صبحانه در سالن غذاخوری توسط پیرمردی به نام دنیز گولدبرگ کنار کشیده میشود. دنیز یک فعال سیاسی ارشد است که او هم به دلیل اعتراض به آپارتاید دستگیر شده. او در حال حاضر در حال گذراندن 4 حبس ابد است. و زودی لی هم با آنها یک جا می شود و هر سه گفتگوی جالبی در مورد شرایط فعلیشان دارند. در همین حال یک زندانی فرانسوی استرالیایی به نام لنارد دیده می شود که دارد یواشکی به مکالمه آنها گوش می دهد. در طول روز در جریان تایم ورزش دنیز به دوستان جدیدش چیدمان زندان را توضیح می دهد. دیوارها 32 فوت ارتفاع دارند. نورافکنها هر اینچی از حیات را می پوشانند. سیمهای خاردار مثل تیغ تیز هستند و مهمتر از همه تک تیراندازان 24 ساعته روی پشت بام هستند. خلاصه اینکه با آنها توصیه می کند که از تلاش برای فرار خودداری کنند، چون عملا غیر ممکن است. دنیز همچنین فاش میکند که بسیاری در گذشته اقدام به فرار از زندان کردند، اما همه شکست خوردند. پس از رفتن او لنارد با آن دو نزدیک میشود و اشاره میکند که دنیز همیشه زندانیان جدید را از تلاش برای فرار منصرف میکند. با این حال او میداند که این کار بسیار امکان پذیر است. پس لنارد با آنها پیشنهاد کمک میکند و در ازای آن میخواهد در برنامه آنها قرار گیرد. بعدن جنکن جعبه سیگار پر از پول را بیرون میآورد و آن را دزدکی پیش دنیز میبرد. دومی آن را در داخل رول یک خمیردندان پنهان می کند تا مطمئن شود که هرگز به دست افراد اشتباه نیفتد. 23 روز می گذرد و زندگی برای بچه ها عادی شده. آن شب جنکن در سلولش کبریت روشن می کند و از سوراخ کلید دروازه میله ای را نگاه می کند.
و سعی میکند نقصی در آن پیدا کند. روزها میگذرند و جنکن در یافتن راه حل وسواس پیدا میکند. بعد یک شب ناگهان فکری به ذهنش خطور میکند. او از کاغذ برای اندازه‌گیری عمق سوراخ کلید و همچنین طول آن استفاده میکند. جنکن قصد دارد از چوب برای ساختن یک کلید موقت استفاده کند. روز بعد زیر دوش ایده را به شریکهای جرم ارائه میکند. اما دو نفر دیگر به او اطمینان میدهند که نقشهشان کار خواهد کرد. جنکن پیشنهاد میکند که بتواند چوب را از کارگاه تهیه کند، اما ابتدا باید شکل کلیدهای اصلی را کاملا ببیند. بعدن در کانتین بچه ها برنامه را آغاز میکنند. لنارد غوغایی به پا میکند و وقتی منیر برای بررسی میرسد، جنکن به شکل کلیدها نگاه خوبی دارد. از آن روز به بعد او هرگز فرصتی را برای مشاهده کلیدها از دست نمیدهد، چه در حیات و یا چه در مجلس صبح. سرانجام پس از روزها تحقیق موفق می‌شود خامه ای را روی کاغذ بکشد. در روز 74 جنکن کاغذ سنباده و مقداری چوب از کارگاه می‌دزدد. آنها را داخل فلاکس قهوه‌اش می‌گذارد با شمول یک سری لباس تا جغجغه نکند. مدتی بعد منیر تمام فلاکس‌های زندانیان را یکی یکی چک می‌کند تا ببیند آیا چیزی دزدیده‌اند یا خیر. وقتی نوبت جنکن می‌رسد از ترس یخ می‌زند و منیر بلافاصله متوجه آن می‌شود. خوشبختانه حتی پس از چند تکان خوب چیزی مشکوک در داخل فلاکس پیدا نمی کند و میگذارد برود. پس از فراری باریک جنکن مستقیما به سلولش می رود و شروع به کار بر روی اولین نمونه اولیه می کند. چوب را اسکنه می کند، برش می دهد، می مالد و تا در نهایت یک کلید مناسب ساخته شود. با استراب آن را روی در امتحان می کند و در کمال خوشحالی کلید کار می کند. اما وقتی جنکن در میله ای را باز می کند، حالت او ناگهان تغییر می کند. به نظر می رسد در روزه فلزی در طرف زندانی سوراخ کلیدی ندارد. به این معنی که او باید آن را از طرف دیگر باز کند. صبح روز بعد جنکن وضعیت را برای دوستانش توضیح می دهد و اشاره می کند که آنها حالا باید کلید دیگری بسازند و به نوعی راهی برای باز کردن دروازه دوم از بیرون پیدا کنند. لنارد که با موفقیت طرح اولشان به وجد آمده حالا کاملا موفق است. در روزهای بعد این سه نفر سوراخ کلید در بیرون را مشاهده میکنند و جنکن سعی میکند یک نمودار تقریبی از آن بسازد. خوشبختانه پس از هفته ها کار سخت با موفقیت یک کلید چوبی دیگر را میسازند. در صدومین روز رفقا دارند راهرو را تمیز میکنند و هیچ نگهبانی در اطرافشان نیست. جنکن از این فرصت استفاده میکند تا کلید جدید را امتحان کند. کلید به خوبی اولی نیست، پس آن را برش میزند تا صافتر شود. کلید جا می شود و در باز می شود که باعث خوشحالی همه می شود. اما وقتی جنکن سعی می کند آن را بیرون بیاورد، کلید می شکند. این باعث وحشت آنها می شود و برای بدتر شدن اوضاع یک نگهبان دارد با راهرو نزدیک می شود. جنکن تمام تلاش خود را می کند تا قفل را ببندد، اما بیفایده است. در پایان او فقط موفق می شود قطعه شکسته را درست قبل از رسیدن یک نگهبان غول پیکر بیرون بیاورد. در صحنه بعدی پس از اینکه همه زندانیان به داخل سلولهای مربوطه خود رفتند، منیر برای بررسی معمول وارد می شود. او متوجه می شود که قفل در جنکن بیرون زده، اما زیاد به آن فکر نمی کند و به سادگی در را می بندد. و در داخل جنکن نفس راحتی می کشد. در روز 142 هر سه در اتاق جمع می شوند و درباره نحوه باز کردن دروازه فلزی از بیرون بحث می کنند. لنارد استفاده از یک سیم را پیشنهاد می کند، اما دیگران به سرعت آن را رد می کنند و می گویند که نمی توان آن را چرخاند. پس از مدتی لی به یک جارو خیره می شود و ایده‌ای به ذهنش خطور می کند. آن را بیرون می برد و شروع به اندازه‌گیری فاصله پنجره تا در می کند. فقط چند اینچ کوتاه است. روز بعد در حالی که جنکن در کارگاه است متوجه چرخ خیاطی می شود. با سرعت به سلولش می رود و میکانیزم مشابهی را ایجاد می کند که بعد آن را به جارو متصل می کند. آن شب جنکن کلید چوبی را بالای جارو می گذارد و آن را امتحان می کند. طرح کار می کند. او با موفقیت توانست دروازه را باز کند. با این حال وقتی سعی می کند آن را بیرون بکشد کلید روی زمین می افتد که تقریبا باعث سکته قلبی جنکن می شود. اما او اهل تسلیم شدن نیست. یک آدامس رو روی جارو می چسباند و از آن برای برداشتن کلید استفاده می کند. روز بعد در زمان ناهار با هیجان به دوستانش می گوید که چگونه توانسته هر دو دروازه را باز کند. حالا جنکن می خواهد مناطق دیگر زندان را بازرسی کند تا به مرحله بعدی بروند. همانطور که همه این اتفاقات جریان دارد، دنیس آنها را زیر نظر دارد. او دوباره به جنکن می گوید که از کارشان منصرف شوند. اما قهرمان داستان حالا تصمیمش را گرفته. در روز 206 تعدادی دیوارهای جدید در اطراف منطقه ساخته می شود. اما روال معمول زندان باقی می ماند. هر زمانی که سه نفر بیرون هستند تمام تلاش خود را می کنند تا مناطق اطراف زندان را بررسی کنند. جنکن حتی موفق می شود با سرایدار معامله کند.
نقشه ساخت و ساز زندان را می‌خواهد و در عوض صابون و سیگار به او می‌دهد. داد و ستد در زباله‌دان‌ها انجام می‌شود و خوشبختانه جنکن موفق می‌شود بدون جلب توجه معامله را انجام دهد. روز 296 او و لنر در رخت خواب آدمک درست می‌کنند قبل از اینکه شبانه از سلول‌هایشان بیرون بروند. با احتیاط از پله‌ها پایین می‌روند تا به دروازه دیگری برسند. جنکن این شب را انتخاب کرده چون نگهبان غول‌پیکر در حال انجام وظیفه است. او به دلیل بسیار چاق بودنش تنبل است. با وجود این بچه‌ها دلهره دارند. آنها با گذشت هر ثانیه به شدت عرق می‌کنند. اما خوشبختانه موفق می‌شوند در را باز کنند. درست زمانی که نگهبان گنده از روی صندلی‌اش بلند می‌شود چون وقت گشت شبانه اوست. جنکن و لنرد با شنیدن صدای پای او در اتاق انبار پنهان می‌شوند و به سختی می‌توانند در را بسته نگه دارند. هنگامی که نگهبان می‌رود آنها بیرون می‌آیند و به نقشه خود ادامه می‌دهند. جنکن موفق می‌شود یک در دیگر را باز کند. اما قبل از اینکه بتواند در دیگری را امتحان کند، لی از طبقه بالا سرفه می‌کند و نشان می‌دهد که نگهبان گشتش را به پایان رسانده. بنابراین جنکن و لنرد یک بار دیگر در اتاق انبار پنهان می‌شوند. در راه رفتن به اتاقش نگهبان متوجه قطره‌های عرق روی زمین می‌شود، اما زیاد به آن فکر نمی‌کند. پس از رفتن او بچه‌ها به طبقه بالا برمی‌گردند. جنکن هیجان زده در سلولش کلیدها را به چند تکه جدا می‌کند و داخل فنجان نگه می‌دارد. بعد به خواب می‌رود به امید اینکه بتواند به زودی فرار کند و همسر محبوبش را ملاقات کند. صبح روز بعد نگهبان وارد سلول می‌شود و جنکن را از خواب بیدار می‌کند. جنکن فراتر از زنگ صبح خوابیده. نگهبان خشمگین از او می‌پرسد که چرا بیش از حد خوابیده، اما جنکن فقط می‌تواند عذرخواهی کند. بنابراین سلول او مورد جستجوی دقیقی قرار می‌گیرد. در این فرایند فنجان روی قفسه او شکسته می‌شود و تمام قطعات چوبی کلیدها آشکار می‌شود. نگهبان یکی از آنها را برمی‌دارد و با عصبانیت می‌پرسد این چیست؟ جنکن که از ترس یخ زده سراسیمه می‌گوید که آن را برای نگه داشتن عکس ساخته. در کمال تعجب نگهبان باور می‌کند و اتاق را ترک می‌کند، اما نه قبل از هشدار به جنکن که دفعه بعد مراقب باشد. آن شب قهرمان نابغه ما دچار حمله پنیک می‌شود و خوابیدن را برایش سخت می‌کند. با این حال او روایت می‌کند که از هر موقعیت سخت چیزهای جدیدی می‌توان آموخت. از صبح روز بعد کلیدها را در مناطق مختلف زندان پنهان می‌کند، مانند داخل کتابخانه، کانتین و حتی سطل آشغال. یک روز او و دوستانش موفق می‌شوند لباس‌های ملکی را از رختشویی بدزدند. در تمام این مدت جنکن دندان‌هایش را تمیز نمی‌کند یا مسواک نمی‌زند، به این امید که عفونت کند. چند هفته بعد بالاخره عفونت می‌کند و وقتی منیر او را پیش دکتر می‌برد، جنکن دروازه اتوماتیک را بررسی می‌کند. شب کریسمس است و گروه تمام آمادگی‌های لازم را انجام داده. در داخل یک اتاق آنها نقشه مفصل خود را برای دنیس و دوستانش فاش می‌کنند. آنها برای 15 دری که باید رد شوند 39 کلید در اشکال و اندازه‌های مختلف ساختند. با این حال دنیس از پیوستن با آنها خودداری می‌کند و ادعا می‌کند که حتی اگر آنها فرار کنند جایی برای رفتن نخواهند داشت. با این حال او پول را به جنکن پس می‌دهد که در یک رول خمیر دندان پنهان کرده بود. بعدن نگهبان تمام سلول‌ها از جمله جنکن را بررسی می‌کند. تمام مکان را زیر و رو می‌کند اما چیزی پیدا نمی‌کند. غروب پس از رفتن همه افسران، جنکن، لنارد و لی از سلول‌های خود خارج می‌شوند و نقشه فرار را آغاز می‌کنند. قبل از ترک راهرو جنکن برای آخرین بار از دنیس می‌پرسد که آیا می‌خواهد به آنها بپیوندد، اما هنوز هم پاسخ او نه است. در ادامه بچه‌ها تمام کلیدهایی را که در گوشه‌های مختلف زندان پنهان شده بود جمع می‌کنند. بعد لباس‌های ملکی می‌پوشند تا به طبقه پایین می‌روند. ناگهان صدای پا را می‌شنوند. صدای نگهبان گنده است که آرام آرام با آنها نزدیک می‌شود. سفراری به سرعت داخل اتاق انبار پنهان می‌شوند و در حالی که در را نگه می‌دارند از ترس می‌لرزند. به زودی نگهبان از راه می‌رسد و متوجه می‌شود که در کمی تکان می‌خورد. اما قبل از اینکه بتواند آن را چک کند، برق قطع می‌شود. به نظر می‌رسد دنیس با از بین بردن لامپ و اتاقش اتصال دو سیم را ایجاد کرده. بعد او دیگران شروع به صدا زدن نگهبان می‌کنند، به این امید که حواس او را پرت کنند. نقشه کار می‌کند و نگهبان با اکراه به طبقه بالا می‌رود. بدون اتلاف وقت هر سه از اتاق انبار بیرون می‌آیند و با عجله به سمت در بعدی می‌روند. آنها با کمک کار گروهی و تمایل به اتحاد دوباره به خانواده‌هایشان موفق می‌شوند درها را یکی پس از دیگری باز کنند. هنگامی که نوبت در خودکار می‌رسد، لنارد به سرعت به اتاق مدیریت می‌رود و با فشار دادن یک دکمه را با موفقیت باز می‌کند. همه چیز طبق برنامه پیش می‌رود و آنها در نهایت به در نهایی می‌رسند، دری که آنها را از آزادی جدا می‌کند.
اما در کمال وحشت آنها هیچ یک از کلیدها کار نمی کند. هراسان می شوند. ماها برنامه ریزی و کار سخت با یک قفل خونسا شده. جنکن پیشنهاد می کند که به سلولهایشان برگردند، اما لنرت حاضر نیست به این راحتی تسلیم شود. اسکنرش را بیرون می آورد و شروع به کوبیدن قفل در می کند. این کار سر و صدای زیادی ایجاد می کند و جنکن از این که آنها را دستگیر کنند می ترسد. اما در کمال خوشحالی او این طرح کار می کند. لنرت موفق می شود قفل در را بشکند و بالاخره در باز می شود. آخرین مانع تک تیرانداز روی برج است. اما از آنجایی که بچه ها لباس های ملکی پوشیدند با اطمینان بیرون می روند. هیچ کس با آنها مشکوک نیست، حتی منیر که در حال مکالمه با یکی از نزدیکان است. پس از رسیدن بچه ها به یک مکان امن تا رسیدن به شهر می دوند. بعد تاکسی می گیرند و از راننده می خواهند که آنها را در مرز پیاده کند. راننده در ابتدا تردید می کند چون آنها سفید پوست هستند. اما وقتی جنکن پول نقد را بیرون می آورد موافقت می کند. به این ترتیب جنکن، لنرت و لی سرانجام پس از یک سال و نیم اسارت از زندان فرار می کنند. روز بعد منیر متوجه فرار می شود و زنگ خطر را به صدا در می آورد، اما حالا خیلی دیر شده. همانطور که بی اختیار در اطراف زندان سرگردان است، دنیس و بقیه شروع به خندیدن می کنند. در صحنه پایانی وقایع واقعی که پس از فرار از زندان رخ داده فاش می شود. بزرگترین شکار انسان در تاریخ آفریقای جنوبی آغاز می شود، اما فراریان هرگز دستگیر نشدند. آنها از مرز به موزامبیک، بعد به تانزانیا و در نهایت به لندن رفتند و از آنجا دوباره به ANC پیوستند و به اعتراضات خود علیه آپارتاید ادامه دادند. در سال 1991 پس از گذشت بیش از یک دهه آنها مورد عفو قرار گرفتند. از سوی دیگر دنیس در سال 1985 تبرئه شد و سرانجام به همسر فرزندانش پیوست. در مورد جنکن او هرگز همسرش را ملاقات نکرد، چون زمانی که به آفریقای جنوبی بازگشت همسرش قبلا از دنیا رفته بود. در سال 1992 آپارتاید سقوط کرد و در سال 1994 نلسون ماندلا رهبر کنگره ملی آفریقا به عنوان رئیس جمهور آفریقای جنوبی انتخاب شد.